is an historic day. 30 شهریور، روزی مهم در پرونده پرسر و صدای برنامه هسته ایران. آمریکا اعلام کرده مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی فعال شده و تمامی تحریم‌های پیش از برجام علیه ایران را برمی‌گرداند. آمریکا می‌گوید ایران مفاد برجام را نقض کرده و به موجب قطعنامه 2231 شورای امنیت این کشور به عنوان عضوی از این شورا حق دارد قطعنامه‌های مصوب علیه ایران را به اجرا بگذارد. 13 عضو موقت و دائم شورای امنیت سازمان ملل از جمله چین و روسیه دو امضا کننده برجام با نظر آمریکا موافق نیستند. حتی متحدان اروپایی ایالات متحده هم گفتند آمریکا پس از خروج یک جانبه از برجام حق متوسل شدن به مفاد این توافق را ندارد. روز جمعه بریتانیا، فرانسه و آلمان در نامه‌ای به شورای امنیت تأکید کردند معافیت‌های ایران از تحریم‌های سازمان ملل در چارچوب توافق هسته‌ای پس از 30 شهریور نیز ادامه خواهد یافت. به گزارش رویترز این سه کشور اروپایی هر تصمیم یا اقدامی برای اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران را فاقد تأثیر قانونی دادستند. چگونگی اجرای مکانیسم ماشه حالا با وجود این همه اختلاف نظر کلاف سردرگم می‌شده. آمریکا اردیبهشت ماه 97 از برجام خارج شد. از آن زمان تا کنون ایران هم در 5 مرحله تعهدات هسته‌ای خود را کاهش داده. و همینطور بحث‌های مربوط تا جایی که 2 هفته پیش سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت تولید اورانیوم غنی شده با ظرفیت تولید قبل از برجام برابری می‌کند. همه اینها باعث شده آینده برجام در حاله ای از ابهام باقی بماند. اما نگاه ها اکنون به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا دوخته شده. به گزارش بلومبرگ اعضای برجام قصد دارند به امید آنکه جو بایدن در این انتخابات پیروز شود این توافق را تا انتخابات آبان ماه زنده نگه دارند. بایدن نامزد حزب دموکرات وعده داده در صورت پیروزی آمریکا را به برجام بازگرداند. کوروش صحتی، ایران اینترنشنال.